بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، قال الإمام زين العابدين عليه السلام: يا عم، أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. موضوع بحث درباره شخصیت حضرت زینب، قهرمان کربلا، نائبه زهرا، زینب کبرا سلام الله علیها می باشد. بسخن گفتن درباره شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها کار آسان نیست. به ابعاد مختلفه دارد و جوانب متعدد دارد، چون ایام است که نزدیک به ولادت حضرت زینب سلام الله علیها است، باید از این قسمت صحبت کرد. حضرت زینب سلام الله علیها از نظر حسب و نسب در دامنه در خانه امامت به دنیا آمد و رشد و نمو کرد. پدر همانند آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام که مدینه علم رسول الله است، و مادر حضرت زینب سلام الله علیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، سیده النساء العالمین، ام ابیها. حضرت زینب سلام الله علیها در کنار برادران همانند امام حسن و امام حسین رشد و نمو کرد و کامل شد. حضرت زینب سلام الله علیها اون شخصیتی است که علت مبقیه اسلام، زندماندن قرآن و مبادئ قرآن و اهداف رسول الله و زحمات جد و مادر و برادرانش شد. که اگر زینب کبرا سلام الله علیها نبودی، اسلام عزیز و این دین مقدس اسلام به ما و شما و جهانیان نمی رسید. زینب کبرا سلام الله علیها در سال پنجم هجری در مدینه منوره قدم به دنیا گشود.
و جهان را به نور جهان جمالش منور و روشنایی گردانید. در روز پنجم جماد الاول سال پنجم از هجرت، زینب کبرا سلام الله علیها به دنیا آمد و طبق العاده جد بزرگوارش حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم متصدی به نامگذاری اولاد آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها می شود. وقتی که امام حسن به دنیا آمد، جبرئیل آمد و اجازه خواست وارد خانه علی ابن ابی طالب شد و سلام کرد و عرض نمود یا رسول الله العلی الاعلى یقرئک السلام و یخصک بالتحیه والاکرام و یقول لك سمیه حسنا. نام این مولود را حسن بگذار. وقتی که سال روز و ساعت امام حسین علیه السلام رسید، امام حسین سید الشهدا وقتی که به دنیا آمد، باز هم جبرائیل به امر پروردگار جهان هبط الى الارض و جاء الى علی و فاطمه و دق الباب. بعد از کسب اجازه وارد خانه آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام شد و عرض نمود یا رسول الله العلی الاعلى يقرئك السلام و يخصك بالتحية والاكرام و يقول لك سميه حسينا. نام این مولود را حسین بگذار. و اما سال روز و اون ساعتی که حضرت زینب سلام الله علیها به دنیا آمد، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه وجود نداشت، سفر داشت. به آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بشارت دادند که خدا برای شما نوزدی عطا نموده است. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام با شتاب تمام آمد از دخترش استقبال کرد. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرماید یا علی سمیها. امیر المؤمنین به حضرت فاطمه زهرا می فرماید انت سمیها. بی فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرماید من در تسمیت و نامگذاری این دختر، این مولود، از شما سبقت نمی گیرم. آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام می فرماید فاطمه جان یا ام الحسنین، من هم در نامگذاری این دختر از آقا رسول الله خاتم انبیا حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم سبقت نخواهم گرفت. در همین گیرودار بود که بعد از چند روزی خاتم انبیا رسول معظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برگشت و کان من عادته
از عادات پیغمبر این بود وقتی که از مدینه خارج میشد، آخرین خانه ای که وداع میکرد، آخرین شخصی که با او وداع میکرد خانه فاطمه زهرا و شخص حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. وقتی هم برمیگشت، اول خانه و اول شخصی که باید او با او دیدار کند و ملاقات نماید خانه حضرت بیبی فاطمه زهرا و شخصیت خود حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها قهرمان کربلا شریکت الحسین نائبه زهرا به دنیا آمد، جدش خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه نبود. بعد چند روزی آمدن، برگشت پیغمبر اکرم بعد چند روز از ولادت حضرت زینب سلام الله علیها، پیغمبر وارد مدینه شد، بشارت دادن به پیغمبر که خدا برای آقا امیر المؤمنین و حضرت فاطمه زهرا فرزند عطا کرده. پیغمبر وارد خانه فاطمه زهرا می شود. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع رساله و مختلف الملائکه. جواب سلام پیغمبر را می دهد علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام، قنداقه زینب کبرا را روی دستهای پیغمبر اکرم میگذارد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشکهایش جاری می شود و سر و صورت حضرت زینب را میبوسد، میفرماید نام این مولود را چه گذاشتی؟ عرض کردن یا رسول الله، ما در نامگذاری این دختر، این مولود تازه، از شما سبقت نگرفتیم. پیغمبر می فرماید من هم در نامگذاری این دختر و این مولود از خدای بزرگ جبار سماوات و الارض سبقت نمی گیرم. بعد از لحظاتی در قلباب می شود، جبرائیل امین وارد خانه آقا علی ابن ابی طالب و حضرت فاطمه زهرا می شود، عرض ارادت می کند، می فرماید عرض می کند یا رسول الله العلی الاعلا یقرئک السلام و یخصک بالتحیه و الاکرام، و بعد دیگویت سمیها زینب. این شخصیتی که وقتی اسمش از طرف آسمان منتخب اسمها من قبل السماء، معلوم است که شخصیت عظیمی است، طالع تلو معصوم است. زینب کبرا سلام الله علیها جدش خاتم انبیا اسمش را زینب میگذارد و بعدن میشود زینت ابیها، که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام برای زینب میفرماید زینب زینت ابیها، زینب زینت و زیبایی پدرش می باشد. زینب کبرا سلام الله علیها اون شخصیتی است که در سنین کودکی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام دارد و ملاطفه می کند با دخترش، تعاطف می کند. زینبی که در سن 2-3 سال بیشتر نبوده،
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام می فرماید یا زینب قولی واحد، دخترم میوه دلم، بگو یکی. جواب پدر را می دهد. مرتبه دوم آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب می فرماید یا زینب قول اثنین. یه وقت زینب کبرا سلام الله علیها عرض کند ابتا، اون زبانی که به یکی بگوید چگونه می تواند اثنین بگوید؟ بینید تفکر زینب کبرا سلام الله علیها، توجه حضرت زینب سلام الله علیها در اون سنین کودکی، اون زبانی که بگوید لا اله الا الله، اعتراف به وحدانیت خدا، چگونه میتواند بگوید اثنین؟ آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام دخترش را به سینه می چسباند و می فرماید زینب زینت و ابیها. اینجا امام زین العابدین علیه الصلاة و السلام که در طلیعه سخن کلام درربار مولا آقا امام زین العابدین علیه الصلاة و السلام را خدمت شما عرض کردم که می فرماید یا عم انت بحمد الله عالمت غیر معلمه و فهمت غیر مفهمه. چیست که در مکتب وحی، چیست که در مکتب وحی و در مکتب امامت تربیت شده؟ زینب کبرا سلام الله علیها اون شخصیت است که باید نادیده نگرفت مواقف زینب کبرا سلام الله علیها و علم حضرت زینب سلام الله علیها و کمالات حضرت زینب سلام الله علیها. اما نهایت الامر زینب کبرا سلام الله علیها اون لحظه ای که پدر بزرگوارش علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام چشمش به زینب کوچک افتاد، چشمش وقتی که خبر دادن آقا یا امیر المؤمنین خدا برای شما دختر عطا کرده، آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام آمد از دخترش استقبال کرد و بعد صدا زد کجاست دختر من؟ آوردن زینب کبرا سلام الله علیها را، زینب کوچک را که چند ساعتی یا چند لحظه ای از عمرش نگذشته بود روی دست آقا امیر المؤمنین مولا الموحدین امیر المؤمنین مدینه علم رسول الله می گذارد. آقا امیر المؤمنین استحباب و مراسم استحباب اسلامی را ادا می کند، به گوش راستش اذان و گوش چپش اقامه می گوید. یه وقت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها ببیند، یه وقت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها ببیند علی ابن ابی طالب علیه السلام دارد اشک می ریزد. اشکهای مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جاری است. بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها عرض کند یا علی یا ابا الحسن و الحسین، این ناله های شما، این عشق شما، این گریه شما قطرات عشقت جاری است. برای چی؟ خوشحالی است یا اینکه علت دیگر دارد؟
حضرت آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام می فرماید یا فاطمه اشکم نازل شد برای اون همه مصیبت هایی که برای این فرزند ما رو می دهد، مبتلای به مصیبت هایی می شود، به اسارت می شود، دستخوش ظالمان قرار می گیرد، می شود معین و یاور و ناصر برادرش آقا سید الشهدا. لذا است که امام حسین علیه السلام علاقه عجیبی داشت برای به خواهرش، نسبت به خواهرش زینب کبرا سلام الله علیها. در تمام مراحل حیاتش تا اون لحظه اخیری که آقا امام حسین علیه السلام قبل شهادتش با زینب بود، هم قدم بود، هم هدف بود، هم مرام بود و زینب کبرا را احترام می‌داشت، علاقه خاصی به خواهرش زینب کبرا سلام الله علیها داشت. شخصیت زینب کبرا، مقام و عظمت زینب کبرا سلام الله علیها با اونجا میرسد که شب عاشورا در کربلا امام حسین وارد خیمه خواهرش زینب کبرا سلام الله علیها میشود، که زینب کبرا سلام الله علیها مشغول نافله شب بود، ادای نماز شب بود. و بعد از آن که زینب کبرا متوجه می شود که حجت خدا دم خیمه اش آمده، امام معصوم برادرش آقا امام حسین آمده دم خیمه، عبادتش را مختصر می کند، از برادر استقبال می کند، از برادر استقبال می کند و بعد از جا حرکت می کند. امام حسین علیه السلام می آید، خواهرش را در بغل می گیرد، می فرماید خواهرم فردای شهادت است، امشب شب اخیر است که من با شما هستم و فردا با شما نیستم. زینب کبرا، خواهرم باید در نماز شبت مرا فراموش نکنی، حجت خدا امام معصوم. ولی زینب کبرا سلام الله علیها دلها بسوزد برای زینب کبرا. روز عاشورا اون همه مصیبت ها را میبیند، اون همه گرفتاری ها را میبیند، اون همه ابتلاعات را میبیند، ولی لحظه اخیر، اون ساعتی که آقا امام حسین میآید، از زینب کبرا سلام الله علیها لباس کهنه را طلب میکند، به یادش میآید اون مصیبت و وصیت مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها را، که در اون لحظات اخیر حضرت بیبی فاطمه زهرا زینبش را می طلبد و او را به سینه می چسباند، می فرماید دخترم، میوه دلم، زینبم، من در روز عاشورا نیستم، تو به جای من زیر گلوی برادرت حسین را بوسه زن. زینب کبرا سلام الله علیها گوش به وصیت مادرش می دهد. حضرت فاطمه زهرا می فرماید اون لحظه ای که حسین آمد از شما لباس کهنه در طلب نمود، بدان که دیگر می رود و بر نمی گردد. اینجا امام حسین آمد دم دروازه
خیمه خواهرش زینب، لباس کهنه میخواهد، پیراهن کهنه میخواهد، به یادش وصیت مادرش آمد، دست میبرد و زیر گلوی برادر را میبوسد. اینجا یک جا بود که زینب کبرا سلام الله علیها اشک میریزد، اما دلها بسوزد به حال حضرت زینب. اون لحظه ای که آمد وارد گودی قتلگاه شد، برادر را ندید، حسین را ندید، اطراف گودی قتلگاه قدم میزند، دنبال گم شده اش میگردد، هی صدا میزند، گل گم کرده ام می جویم او را، به هر گل می رسم می بویم او را، گل من یک نشانی در بدن داشت، پیران کهنه در بدن داشت، اگر گلم را بینم غرق در خون، باب دیدگان می شویم او را. بی بی دو عالم همونطور که فرمود عمل کرد، اطراف گودی قتلگاه می گشت. یه وقت صدای از زیر اون شمشیر شکسته ها نیزه شکست داد، شنید صدا میزند اخی الی الی، زینب هم دنبال همون صدا رفت تا رسید به یک بدن بیزر و عریان. آخر انسان یا از سر شناخته می شود یا از لباس. امام حسین نه سر در بدن دارد نه لباسی، زینب به چه وسیله برادر را بشناسد؟ از روی تعجب صدا می زند، انت اخی، انت ابن والدی، اگر تو حسین منی چرا سر در بدن نداری؟ چرا آریان روی رگهای گرم کربلا قرار داری؟ خم شد بیبی دو عالم، جای سالم در بدن برادر پیدا نتوانست، لبها را گذاشت به اون رگهای بریده برادر، سر را به سوی آزمان بلند کرد، صدا میزند، خدا این قربانی را از ما قبول ببرم. انا لله و انا الیه راجعون، و سیعلم الذین ظلموا لمحمد ای منقلب ینقلبون، و العاقبة للمتقین. برای شفای مرزا، قضای حوائج و رفع دفع مشاکل، این آیه مبارکه رو با هم بخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين والظالمين واعداء رسولك واهل بيته في كل زمان ومكان.
تقبل منا هذا القليل ومن السامعين والجالسين والمؤسسين بأحسن قبولك، واجعله ذخيرة ليوم آخرنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فروردگارا تراب مظلومية حضرت زينب قسمت ميدهم إن قلن توسل راس ما جمعيت بكرمت قبول. بفرما گناهان ما بریز، آبروی ما در دنیا و آخرت مریز. یا ارحم الراحمین الى ارواح المؤمنین والمؤمنات و الى ارواح العلماء والشهداء، هدیتنا على روح السيد زينب رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.